فصل کرگدن آخرین فیلم بهمن قبادی در فستیوال تسالونیکای یونان نمایش داده شده. پیشتر بهمن قبادی کارگردان کرد زبان ایرانی با دو فیلم گربه های ایرانی و زمانی برای مستی اسبا موفق شده در فستیوال های جهانی جوایزی را کسب کند. خبرنگار یورونیوز موفق شد با بهمن قبادی درباره فیلم آخرش و شرایط یک سینماگر در ایران صحبت کند. سلام آقای قبادی، درباره آخرین فیلمتان، در واقع این اولین فیلمی است که بعد از ترک ایران ساخته اید. کار کردن آن هم برای اولین بار خارج از کشور چگونه بود؟ مشکل بیشتر احساس ندانستن زبان بود یا بیشتر نوع متفاوت زندگی در اینجا؟ اولا میخوام بگم که من ایران رو ترک نکردم، مجبورم کردن که از کشورم برم بیرون و خیلی سخته فیلم سازی در کشوری که زبانشو بلد نیستی، فرهنگشو نمیشناسی. اون فیلم بازتاب وضعیت روحیم در اون موقع و هیچ شبیه فیلمای دیگه هم نیست و کاملا فیلم شخصیه. در جریان جشنواره کن امسال موفق شدم با همکارتان اسخر فرهادی گفتگو کنم. برای اون مشکل سانسور و محدودیت‌هایی که در ایران هست خیلی برآمده از نظام و قوانین ها نیست. بعضی از این سانسورها توسط خود فیلمسازان و بدون اینکه نسبت به آن مطلع باشند روی می‌دهند. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ همیشه میگم خود ما تبدیل شدیم به سانسورشیپ‌های خطرناک‌تر. چون نه اینکه بخوایم سانسور بکنیم خودمونو، سیستم و فشارهای وزارت ارشاد یا فرهنگ ایران طوری به سمتی تو رو به سمتی میبره که خودتو سانسور کنی، محکوم به اعدامی میشی که اعدامت نمیکنن ولی در بیرون طوری تو رو تربیت میکنن، به مسیری میبرن که خودتو اعدام بکنی. ایران وضعیت چنین آدمی رو داره، محکوم به مرگ که تیربارون شده ولی تیر به قلبش نخورده، فعلا چند جای بدنش زخمی و افتاده و باید اینو دوباره بلندش کرد. زمانی که مجبور شدید سرانجام کشورتان رو ترک کنید باید خیلی به شما فشار آمده باشد، مثل تحمل یک وزنه سنگین روی قلبتان. همیشه احساسم اینه که احساسم 3-4 سال اینجوری بود، الان یه ذره فشار کمتر شده که یک دستی اینجوری رو منه که داره منو خفه میکنه. این فیلم منو، این سنگینی رو از من، بخش بزرگی از این سنگینی رو از رو دوش من برداشت. الان نفس راحتری میکشم. شما یک دفعه گفته بودید که از سینما متنفرید و درست بعد از آن سینما به حرفه تان بدل شد. برای شما کارگردانی به چه معناست و چه انتظاری از رسالت خود دارید؟ چه چیزی به شما انرژی و انگیزه میدهد؟ یه انرژی در من هست که فکر میکنم مال تمام مجموعه خاطراتی که از بچگی دارم، تمام اتفاقاتی که تو زندگیم افتاده تبدیل شده به یک انرژی که پتانسیل الان در من و خیلی وقتا دیگه منفعل میشه و به فعل در میاد و تبدیل میشه به فیلم. انرژی سرزمینم، انرژی جغرافیام، انرژی فرهنگم، انرژی مردم کرد، سرخوردگی که مدت ها داشتیم، ناامنی از جای ثابت نداشتن، جای ثابت نداشتیم که بمونیم. این تبدیل شد به یک موومنت، به یک حرکت. و آره، عاشق سینما هیچ وقت نبودم و واقعا نیستم و خیلی وقتا تنفر دارم از سینما، چون خیلی شرایط سخته، شرایط فیلم سازی سخته برای من. هیچ وقت یادم نمیاد که خوب راحت فیلم ساخته، هیچ وقت یادم نمیاد یه صندلی داشته باشم و نشسته باشم و یک شات بگیرم. هیچ وقت نداشتم اینو، هیچ وقت نداشتم صندلی که روش بشینم دوب اینجا باشه بگم اکشن. نیبر هیچ وقت. بله، ولی سینما مهم است، به نوعی راوی داستان هاست و چهره کشورتان رو معرفی میکند. پنجره ای سو به جهان از وقایع جاری درون ایران و دغدغه های ایرانی ها. تماشا و تولید فیلم های ایرانی به نظر شما مهمند؟ میدونم که اینجوریه و به این دلیل دارم ادامه میدم. سینما و دوربین مثل یک اسلحه است. دوست ندارم اسلحه دستم بگیرم، خیلی وقتا دوست ندارم، ولی اسلحه دستمه و باید از سرزمینم دفاع کنم، باید از داستانهای آدمهام و خودم و سرزمینم به بیرون چیزی رو بازتاب بدم. از لحظه‌ای که فکر میکنی برای فکر کردن الان اجازه میخوان تو دولت ایران.
فکر بعدی چیه؟ باید بگی بد بنویسی. این سوالی که دولت ایران میکنه. سناریو رو باید بدی، ماها سالها باید منتظر بشی مجوز بدن. ماها سالها باید پول احمقانه پیدا کنی. زمان شوتینگ میترسی که کی نیاد، کنترلت نکنن، جاسوسی، مامور دولتی. تموم که شد مجوز میخوای که فیلمو نمایش بدن. بعد مجوز میخوای که فیلمو بفرستی برای یک فستیوال، برای یک کانال. یعنی همه چیز ترس و وحشته، خفقان مطلقه. خب این دیگه چه لذتی میخوام ببرم من از سینما؟ بهار عرب را داشتیم که موجب صحنه‌گونی برخی از رژیم‌های عربی شد. با این حال شاهد یک بهار فارسی قدرتمند نبودیم. آیا به نظر شما امید به تغییرات در ایران هست؟ من اعتقاد دارم که بهار فارسی بهار ایرانی، چون فقط فارس نیست، ایران فقط فارسا نیستن. فارسا بخش کوچیکی از ایران رو تشکیل میدن. ایران یعنی کردها، ترکها، لورها، بلوچیها. بهار ایرانی میتونست خیلی قوی تر از اون چیزی که بود باشه. به نظر من از بیرون و داخل انگار یک دستایی اومدن و خفش کردن و هیچی نیومد دفاع کنه. من اعتقاد دارم که این بهار ایرانی، بهار کردی، بهار بلوچی، بهار ترکی، اینها به زودی سر بلند میکنن و همیشه میگم خدا کنه قبل از اینکه بهار غریب ایرانی دوباره شروع بشه به شکل جدیتر، خود سیستم کاری کنه که آنچه حق طبیعی هر قوم و هر ایرانی که هست داده بشه بدون هیچ خونریزی. Mr. Gobadi, thank you very much for taking time for me. Thank you. Thank you too. And good luck for your project. Thank you so much. Thank you so much.